دوستان عزیز سلام، به کانال طبیعت درمانی خوش اومدید. امروز تو این ویدیو قصد دارم به شما روش های درمان خانگی برای عفونت معده را معرفی کنم. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشین و لایک کردن و سابسکرایب کردن کانال ما رو فراموش نکنید. چای سبز. شما می توانید روزانه دو بار چای سبز بنوشید. مشخص شده است که برخی از ترکیبات چای سبز اثر ضد باکتری بر روی نژادهای پیلوری نشان داده‌اند. در نتیجه مصرف منظم چای سبز می تواند در پیشگیری و نیز درمان عفونت‌های میکروبی معده مؤثر واقع شود. پروبیوتیک ها. مصرف روزانه مکمل پروبیوتیک به همراه داروهای تجویزی می تواند مفید باشد و همچنین می تواند منابع طبیعی پروبیوتیک ها مثل ماست یا کفیر بخورید و فقط اینها را بعد از مشورت با پزشکتان مصرف کنید و در صورت موافقت و تجویز این کار را به صورت روزانه انجام دهید. عسل. روزانه 1 تا 2 قاشق چای خوری عسل را به چای یا آب میوه خود اضافه کنید و همچنین می توانید عسل را مستقیما مصرف کنید و این کار را روزانه 1 تا 2 بار انجام دهید. خواص ضد میکروبی عسل می تواند برای درمان عفونت میکروبی معده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین زمان ریکاوری را کاهش دهد. روغن زیتون. شما می توانید هر روز این کار را 1 تا 2 بار انجام دهید. پلیفنال های موجود در روغن زیتون فعالیت هایی را نشان می دهد که می تواند به رهایی از نژادهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک کمک کند. پس سعی کنید به غذای خود به صورت روزانه روغن زیتون بیفزایید. آلوه ورا. یک برگ آلوه ورا را بکنید و ژل آن را با استفاده از 1 قاشق بیرون بیاورید و ژل را با 1 فنجان آب ترکیب کنید. شما همچنین می توانید هر گونه آب میوه یا عسل را به آن اضافه کنید و این آب آلوه ورا را هر روز یا به صورت 1 روز در میان برای چند هفته بنوشید. ژل آلوه ورا اثرات ضد میکروبی بر عفونت میکروبی معده را نشان می دهد و همچنین ممکن است به خوبی به عنوان درمان کمکی در ترکیب با دیگر آنتی بیوتیک ها عمل کند. ریشه شیرین بیان. 1 تا 2 قاشق چای خوری ریشه گیاه شیرین بیان را به 1 فنجان آب اضافه کنید و آن را درون 1 قابلمه بریزید و بجوشانید و سپس آن را صاف کرده و بگذارید خنک شود. بعد آن را بنوشید و برای داشتن بهترین نتیجه 1 یا 2 بار در روز از آن مصرف کنید. شیرین بیان دارای اثر ضد عفونی است که می تواند به درمان و جلوگیری از عفونت کمک کند. سیاه دانه. شما می توانید هر روز این مخلوط را 1 بار مصرف کنید با علائم عفونت در معده شما کاهش یابد. 1 مخلوط از سیاه دانه و عسل که خاصیت ضد عفونی و ضد سوء هاضمه دارد می تواند به ریشه کنی عفونت میکروبی معده کمک بسزایی بکند. برای این کار دانه های سیاه دانه را آسیاب کرده و با عسل آن را مخلوط کنید و آن را میل کنید. زردچوبه. هر روز برای حداقل 1 هفته روزی 1 مرتبه داخل غذا یا به صورت دستورات چای و شیر زردچوبه مصرف کنید. جزء اصلی زردچوبه کرکمین است و کرکمین دارای خاصیت ضد عفونی و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است که ممکن است در درمان عفونت میکروبی معده کمک کند. برای این کار شما نیاز به مصرف روزانه چای زردچوبه یا شیر و زردچوبه دارید. زنجبیل. به اندازه 3 سانت از زنجبیل خرد شده را در 1 فنجان آب اضافه کنید و آن را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و بعد صافش کنید و اجازه دهید تا مدتی بماند و خنک شود. سپس مخلوط را بنوشید. شما همچنین می توانید زنجبیل را به غذای مورد علاقه خود اضافه کرده یا مستقیما آن را بجوید. این مخلوط را 1 تا 2 بار در روز مصرف کنید. زنجبیل حاوی ترکیب فنولی به نام جینجر لوس است که اثر ضد عفونی دارد. مصرف روزانه آن ممکن است به مهار رشد عفونت میکروبی معده کمک کند. آویشن. آویشن فقط 1 چاشنی خوشمزه برای شام شما نیست، بلکه یکی از قوی ترین آنتی باکتری های طبیعی نیست هست
و مطالعه‌ای نشان داده که عصاره آویشن یک اثر مهار قوی بر عفونت میکروبی معده دارد و همچنین رشد و فعالیت آن را کم می‌کند. شما می‌توانید آن را به صورت چای آویشن مصرف کنید. روغن نارگیل. روغن نارگیل خالص را به مدت 10 تا 15 دقیقه در دهان خود نگه دارید و سپس به بیرون بریزید و بعد مانند همیشه مسواک و نخ دندان بزنید. هر روز این کار را انجام دهید، ترجیحاً هر روز صبح. روغن نارگیل می تواند به دلیل اثرات ضد میکروبیش برای خلاص شدن از شر میکروب های خوراکی داخل دهان که وارد معده می شوند مفید باشد. امیدوارم که مطالب گفته شده برای شما مناسب واقع شود. با تشکر از شما همراهان گرامی تا درودی دیگر بدرود.